اینها تقصیر سفتر است. آه باشه ببینم تو تو حموم نت میخوای چیکار کنی؟ دارم آموزش حموم کردن میبینم. آه منم دوتا گوشام دراز خرم، یعنی گاوم. اونا ولش کن بابا، آب چرا سرده؟ اینا همش تقصیر این سفتر جهانخاره. ای بابا تو هم هر چی تو این سفترمون میشه میگی تقصیر این سفتر. آقا سفتر چیکار است اینجا؟ خب فکر کنم دیگه مسعود اومد بیرون، اینو روشن کنم برم همون. همومیای همومی فرش قالیچم رو بردن. همومیای همومی فرش قالیچش رو بردن. فرش قالیچم جهنم تاس و دولیچم رو بردن. همومیای همومی فرش قالیچش رو بردن. فرش قالیچه و تاس و دولیچم جهنم لندو قدیفم رو بردن. همومیای همومی فرش قالیچش رو بردن. فرش قالیچه و تاس و دولیچه و لنگو قدیفم جهنم پیرهن تنم رو بردن. همومیای همومی فرش و قالیچش رو بردن. بخار اینجا چرا؟ بجا گرمی؟ بابا مجید دشوییم که اهم میکنی همومی ما چیه؟ میگم چرا من میرم هموم آب یخه، بعد تو با فریواز رفتی هموم آب داغه. آقا کجادا نگاه کن، اینا دارن از سفتر دستور میگیرن، فکرهای منحرف سفتری دارن. آره راست میگی. ببین مسعود، همین شما هستید که به حرفای این سفتره گوش میکنید و آریو شنو به نابودی میکشونید. اوه کجادون فلش کن بابا، بیا بریم به حموم خودمون برسیم. این بی شرفا میخوان چونه پیشرفت ما رو بگیرن. اوه کجادون من قربون شما برم، ای من بمیرم برای شما. میگم که من یه ذره پول کم آوردم، میشه یه ذره پول منو زیادتر بگی؟ باشه عیبی نداره، بودجه رو بهت میدم. بودجه چی آقا کارگردان؟ من پول میخوام. بودجه همون پول دیگه فری برده. آقا کارگردان من یه خواسته داشتم از شما. آقا کارگردان خسته است، بعدم بیا خواسته تو بگو. نه فری برد اذیتش نکن، بذار خواسته شو بگه. خواسته تو اول رو کاغذ بنویس من ببینم چیزدار نباشه، بعد خودم با آقا کارگردان میگم. بیا آقای کارگردان، این جوان نسل جدید یه درخواست خیلی خیلی بدی داره، میخواد ماشین بخره. ماشین؟ مگه اسب و شتر چشه؟ بابا الان کل شرکت های اطرافمون ماشین دارن، برای جابجایی سریع استفاده میشه. تو معایب ماشین داشتن میدونی چیه؟ نمیدونه که، واسهش توضیح بده. ببین من دارم از نظر علمی بهت نظر میدم، تازه این ثابت شده هم هست. ماشین در درجه اول باعث آلودگی هوا میشه. میدونستی تو همین شهر خودمون سالانه 30,000 نفر به واسطه این ماشین جونشون رو دست میدن؟ فکر نمی کنید ماشین هایی که شما درست میکنید یه ذره خطرناکن؟ الان همه ماشین هایی که تولید میشن برقی هست، نه آلودگی تولید میکنن نه خطری دارن واسه کسی. ببین آقای کارگردان، دیدی گفتم این از سفتر خط میگیره؟ همش میشینه فیلمای اونو نگاه میکنه. حرفای منطقی واسه چی داری میزنی؟ مثل اینکه واقعا ماشین مشکل داره و کل دنیا دارن اشتباه میکنن، اما تو با فریبرز اشتباه نمیکنی. مغز جوونای ما رو شستشو دادن آقای کارگردان. خب فریبرز، میگم بچه هات گرفتن اونور دانش بنیان درست کنن و درس بخونن، کی میخوام برگردم به این مسعود ما کمک کنن؟ آقای کارگردان، آقازاده های من دارن به سختی اونجا درس میخونن. بابا پول فرستاده، رفتم این بوگاتی جدیده رو خریدم، تازه بوغم داره. بابا فریبرز گفته نتو تو آریوشه محدود کردن، برم الان دارم یه چیزی میتازم که اونجا نتو دور بزنن و بچن. یعنی همه بچه هات اونجا دارن دانش بنیان درست میکنن؟ نه آقای کارگردان، یکیشون تو کار خیره، به مردم فرصت برای پولدار شدن میده. عجب، خدا خیرش بده. تازه آقای کارگردان، اینجوری ارز هم وارد آریوشه میشه. این ارزی که وارد میکنه چی هست؟ ببین آقای کارگردان، یه سایت شرط بندی داره که وقتی ارز وارد میشه میره تو درز مسعود پارش میکنه. بابا کجا ارز وارد شده؟ همش که داره خارج میشه، همش شرط میبندیم میبازیم. چی؟ مسعود داری شرط بندی میکنی؟ حرومه.
چی میگی بابا؟ سایت پسر خودته. بابا کجاست؟ این داره به من حجبه وارد میکنه. من اصلا پسر ندارم، عقیمم. مسعود تو خجالت نمیکشی آخه پول آریاشنو میدی اونور؟ اوه مسعود چه تیپ بزدی؟ آره دارم میرم بیرون ببینم میتونم یه مخی بزنم یا نه. نه مسعود اینجوری بیرون نرو، خطرناکه. خطرناکه انه؟ مسعود اگه اینجوری بری بیرون همه دخترو نگات میکنن. خب نیت همینه. تو نمیدونی یه خطر بزرگ تو رو تهدید میکنه. خب دیگه فکر کنم اندازه کافی کش دادی، 8 دقیقه پر شد. بگو. از چشم های زنها یه اشعه‌ای بیرون میاد که وقتی به پوست تو برخورد کنه باعث پیری زود رس میشه. مستنده؟ آره پس چی مستنده؟ تازه از نظر علمی هم ثابت شده. باش. اوف عجب چیزیه، برم تو کارش. خب قوانین نزدیک شدن به دخترها: 1. فقط به چشماشون نگاه کنی. برای دادن شماره بغل و بوس ممنوع. به مماش نگاه نکن. وقتی شمارشو گرفتی همونجا بهش زنگ نزن. خب بریم. سلام خانم من شما خوش آمده، اینم شمارم. سلام خانم من شما خوش آمده، اینم شمارم. سلام خانم من شما خوش آمده، اینم شمارم. شماره سلام بفرمایید، اینم خانمم. تو مسعود فرار کن، من نجاتت میدم. چرا وقتی کنارم وایسادی داد میزنی؟ خواستم هیجانش رو زیاد کنم. مسعود اینقدر با من بحث نکن، برو فرار کن، چشماش داره منو تجزیه میکنه. به بچه ها بگو که پدرش آخ مثل یه قهرمان مرد. چه خبره؟ چی شده؟ یا برو هیاهول، به کردی میذارم عشقمو نابود کنی؟ بابا یا برو دلم کن، دیگه یه بار داشتم مخو میزدم همش میاد میریدی. یه دونه تو میتونی مخ بزنی، یه دونه کفته. شماره سلام بفرما خانومم. نتیجه اخلاقی این قسمت: هر چیزی که برای خودتون میپسندید برای بقیه نپسندید، و اینکه گوکاری خودتون رو گردن بقیه بندازید. وای ریدم دهنت فریبرد.